Hey guys, how are you doing? Welcome to live number 30, I guess. Really happy to be here. I'm sorry I'm late. It was like, you know, I had internet connection problems. Hi. Hello. Good to see you again. Hi. How's it going? How was your day? Hello. Yeah, I'm better. Thanks for asking. Yeah, I'm a lot better. Thank you. امشب میخوایم یه کار خیلی خاص انجام بدیم. تا الان یه بار انجام شدیم توی این 30 جلسه و گفتم الان که جلسه 30مه. You know. It's a very good chance. واقعا خیلی فرصت خوبیه که این کار رو انجام بدیم. یه آهنگ خیلی خیلی مناسب انتخاب کردم که میخوایم امشب با هم ریویوش بکنیم. آهنگیه که اگه پلی کنم همه تون شنیدینش. توی ویدیوهای تیک تاک همه چی خیلی زیاد هست و آهنگ بسیار احساسی است و اصلا آهنگی که همه دوستش دارن، همه پسنده. بریم که ریویوش کنیم. از قصد نخواستم دانلود کنید قبل لایو، چون که دوست داشتم که تو لایو اول بخونیم، بررسیش کنیم و بعد لایو برید و تکستشو بخونید. So you ready? Thank you. Yeah, thanks. I'm feeling a lot better. ممنونم. خیلی حالم بهتره. خوب شدم دیگه کامل. ولی خیلی 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 نه خیرم خارجیه. زبان اصلیه. No. آهنگش معروفه. خوانندش معروف نیست. You. Ready. Okay. Let's start. So if you agree, اگه موافقید, we will listen to the song. If you agree, we will listen to it. Okay? So let's start. مطمئنم که آهنگ رو شنیدین، یعنی چون که همه شنیدنش و همه پسنده و بسیار از نکته خیلی آهنگ کوتاهی هم هست، خیلی هم آسونه، ولی نکات آموزشش خیلی ریزن. امشب با هم کاورش میکنیم، خیلی هاش هم خوندیم، دوره میشه پخش کنم. چقدر خوبه این آهنگ، شنیدین؟ خیلی آهنگ زیباییه. خب بریم که شروع کنیم. اسم آهنگش Get You The Moon هستش. البته برعکس میفته اینجا. Get You The Moon. Get You The Moon نوشته میشه. یعنی ماهو واسط بگیرم. خب. ماه مون. نور ماه Moonlight. Get You The Moon. چون تی به وای رسیده چه خونده میشه. Get You The Moon. Okay. بریم که شروع کنیم. فکر میکنم که همگی شنیده باشید. دارم که نشیدن باید امشب حفظش کنم. بسیار آهنگ آسونیه. یه چیز بهتون نشون بدم. دیدین آهنگ رو؟ این پلیلیست منو میبینید؟ زده most played. یعنی آهنگ هایی که یه نفر most playedش میکنه. هی پلیش میکنه. بیشترین بار پلیش کرده، بهش گوش داده. این آهنگ رو نکنید. دومین most played منه. انقدر که آرامش بخش با نمکه، خیلی جالب، خیلی دیپه. میخواستم بگم در این حال آهنگ الکی انتخاب نمیکنم، آهنگایی که واقعا خودم ارتباط بگیرم باشون و دوست داشته باشم براتون میارم. So let's start. گوش کنید آقا. You gave me shoulder when I needed it. You gave me shoulder when I needed it. خب قشنگ گوش کنید. بعد آخرش دوباره پلی میکنم. تو به هم دادی. You gave me. Gave. You gave me a shoulder. بچه shoulder این قسمت رو میگیم shoulder. اصولا تو انگلیسی وقتی به یکی مثلا یه shoulder میدی، یعنی سنگ صبورشی، پشتش هستی، ساپورتش میکنی. مثلا مامانم سنگ صبورمه. My mom is a shoulder for me to cry on. Okay?
My mom is a shoulder for me to cry on. یعنی مثلا یه شولدری که بهش تکیه میکنم، روش گریه میکنم، درد دل میکنم، همه اینا توش هستش واقعا. سنگ صبورمه، قشنگ بهش اعتماد دارم. حالا اینجا هم میتونه استعاره از اون باشه. میگه تو بهم یک تکیه گاه، شولدر این قسمت از بدنو میگن، ولی منظورش اینه که تو مثلا تکیه گاه هم شدی. You gave me a shoulder وقتی که نیازش داشتم. When I needed it. Need گذشته بره میشه چی؟ needed. حالا این خوبی آهنگ اینه، اینا رو بهتون یاد میده بدون اینکه بخوای تایمی بذاری، هزینه ای بکنی، خودش میره تو مخت قشنگ. You needed it. You gave me a shoulder when I needed it. Needed it. Needed it. Needed it. قشنگ با سرعت واقعی باید یاد بگیریم. You gave me a shoulder when I needed it. Listen. You gave me a shoulder when I needed it. Text the baddie. You showed me love when I wasn't feeling it. Bebin. چقدر جالبه که اگه این جمله گذشته است، این جمله هم گذشته است. ما به انگلیسی توی میگیم بالانس جمله. مثلا میتونم بگم دیروز رفتم، مثلا بگم I went and I will. خب حسا داستان راجع به گذشته تعریف میکنم، یهو آینده رو بیارم اگه بلد نباشم. این جمله You gave me a shoulder when I needed it. You give me a shoulder when I need it. ببین جمله دوتاش حال ساده بود، اون دوتا گذشته بود. حالا میگه تو به هم عشق نشون دادی، اگه اشتباه نکنم You showed me the love. You showed me the love وقتی که اصلا هیچکی به هم اون عشق نمیداد، احساسش نمیکردم. When I wasn't feeling it. ببین چقدر نکات تلفظی داره. پس شو نشون دادن. جلسه پیش گفتم تو فرودگاه میری پلیس آفیسر چی میگه؟ میگه show me your passport, show me your visa, show me your boarding pass. اوکی؟ show me نشون دادن، show میگن طرف show منه، show off show. بره گذشته showed میشه، ایدی میگیره. خیلی مهمه. You showed me the love. تو به هم مثلا عشق دادی، علاقه دادی، مثلا یه حالت این شکلی. وقتی که when I wasn't feeling it، وقتی اصلا احساسش نمی کردم، مثلا پر از تنفر بودم و اینجور چیزا. I wasn't feeling it هستش که میخونه سری. I wasn't feeling it. I wasn't was نیست. I wasn't در واقع دندوناتون به لبهاتون نمیخوره. ببین نیست. I wasn't feeling it when I wasn't feeling it. So you showed me love when I wasn't feeling it. یه چیزی هم بگم. در حال احساس کردنش نبودم. I wasn't feeling it. I am feeling. I was doing something. اینو بهتون گفته بودم که گذشته استمراری میشه. مثلا داشتم راه میرفتم که I was walking. I was ing گذشته استمراری، یه کاری که گذشته و تو استمرار بوده. یه بار دیگه ببین الان که مثلا گفتم بهت چقدر کامل دیگه متوجه میشی. خوبی آهنگ اینه. حالا یه توضیح دارم بشون. آخرش که این آهنگ خیلی کوتاه هم هستا تموم شد، من بخوام بگم چقدر قشنگه، چقدر قشنگه، خیلی بانمکه، قشنگ دلگیره. ولی انگار آهنگش You helped me help helped. ببینید همش گذشته است داستان آهنگ. You helped me fight when I was given in. میگه تو کمکم کردی. help کمک کردن با هم خوندیمش. you help me بهم کمک کردی. گفتم بعدش هم تو نمیاد تو این باف دیگه. you help me fight. نه اون تو شو میگه you help me fight. بهم کمک میکنی که fight بجنگم. حالا میگه you help me fight کمک کردی که بجنگم. در واقع همونه، میگه یه کاری کردی وقتی اینجوری نبودم، یه کاری کردی وقتی اینجوری نبودم. کل آهنگش همینه. when I was given in. When I was given in. ببین دوباره میگه was giving
این. ولی گفتم جی آی آخره فعل هایی که آی ان جی دارن خیلی کم میخونیم. What I was given in. Given in. بچه give up رو شنیدین که میگن don't give up on your dreams، یعنی وای نسا متوقف نشو دنبال رویاهات برا. don't give up میگن give up نکن روی رویاهات، دنبالشون برو. حالا اینجا میگه give in، اینو واسه بچه های سطح بالا هم خیلی خوبه این نکته. give up یعنی وایستادن، متوقف کردن، مثلا دنبال چیز دیگه نرفتن. give in یعنی کم آوردن، دقیقا کم آوردنه. مثلا don't give up and don't give in. وای نسا کم نیار، فایت به جنگ. من از هر چیزی دیدین جملات انگیزشی در میارم. اگه بخوام واسه بچهای سطح بالاتر بگم میتونم با گرامر اینورژن بگم. البته این گرامر خیلی سطحش بالاست دیگه. بچهای پیشرفتم مثلا توی اکسپرس درسش میدیم. گرامر اینورژن. یه جمله خوشگل واسه بچهای سطح بالا بگم. بچه خودمونم به اون سطح رسیدیم، حالا ایشالله به شما هم توضیح میدم. میتونید بگید I have never given up nor have I ever given in. هیچ وقت متوقف نشدم، هیچ وقت هم کم نیاوردم، ولی با این ورژن میتونید بگید I've never given up nor have I ever given in. Give up, give in. So don't give up, don't give in. You helped me fight when I was given in. تو کمکم کردی فایت کنم وقتی که داشتم کم میاوردم. بعدی اینو یه بار دیگه گوش کنیم. You show me love when I You made me laugh when I was losing it. You made me laugh. یعنی باعث شدی بخندم. لف یعنی خندیدن. سمایل خندیدن. لف سمایل لبخند میشه. لف خندیدن. لف دقیقا L-A-U-G-H نوشته میشه. ف نداره توش ولی میشه لف. مثلا به چی میخندی؟ What are you laughing at؟ حرف اضافهش اته. What are you laughing at؟ به چی داره میخنده مثلا؟ What is he laughing at؟ مثلا he's laughing at you. داره به تو میخنده. یه داره به اون میخنده. He's laughing at him. Okay. پس you چی گفت؟ You made me laugh when I was losing it. وقت ببین لوز که میشه باختن، از دست دادن. مثلا ما فوتبال میبریم. We won the game. بردیم. باختیم. We lost it. Lose. Lost. Find. Found. Help. Help. Give. Gave. Make. Made. اینا همه گذشته است. اینا رو ببین، قبلا بهتون گفتم یه ذره‌اش رو، ولی گفتم کم کم سر جاش همه رو میگم اینجوری. خب You made me laugh when I was losing it. بچه لوز وقتی یه چیز از دست میدی دیگه. حالا ما لوز رو تو این بافتم استفاده میکنیم که یعنی دارم دیگه رد میدم، یه همچین چیزایی تو فارسی میگیم، دقیقا همونه. وقتی دیگه عقلم داره از زندگی داره خسته شدم، مثلا زله شدم، لوز دارم میکنم مایندم و دیگه. اون آهنگ معروف هست که تو کرونا خیلی معروف شد، I think I'm losing my mind. اون آهنگه. الان دیگه از این آهنگ بیام بیرون یادم میره کجا بود واسه تون پخش کنم. لوز کردن مایند. حالا این مایندو نمیگه، میگه داشتم لوزش میکردم، یعنی دیگه داشتم رد میدادم. تو باعث شدی که من لبخند بزنم، بخندم. جملاتشو دوباره میخونم یه بار دیگه از اول پخش میکنم، بعد بریم سراغ گرامرهای بعدیش که خیلی مهمن. پس اول بعد دوباره پخش میکنم، لیسنینگتو خودت از خودت امتحان بگیر. من که اونجا نیستم ببینم اینو فهمیدی یا نه. You gave me a shoulder when I needed it. با سرعت واقعی میخونم. You showed me the love. ببین love ولی was. ورق V-O-W. You showed me the love when I was feeling it. When I wasn't feeling it. You helped me fight when I was given in. And you made me laugh. Laugh. And was اچیرن گوش دادم. لحجم بریتیش شده. بعضی کلماتو دیگه بریتیش میگم. You made me laugh when I was losing it. یه بار دیگه گوش کنیم بریم دیگه بخش بعدی. بخش بعدی بخش آخره. بعد بیرون سواب گرامرش. You gave me a shoulder when I needed it. You showed me love when I
گوش کنید من بگم. میگه کاز همون مخفف شده کلمه بیکاز هستش که قبلا بهتون گفت، نه به شما نگفتم، بچه توربوتا که خودم گفته بودم. بیکاز میشه کاز، اوکی؟ مثلا خیلی ها رو کوتاه میکنن واسه اونه، بیکاز رو میگن کاز. تازه تو جمله میگن حالت بیکاز ره میخوره. بیکاز کاز you're the reason if I'm still hanging on. خیلی جالبه، میگه you are the reason why I'm still hanging on. اولا که تو دلیلشی، you are the reason. Reason دلیل. کلم اسکات یا آهنگ داره because you are the reason، حالا واسه تو پخش میکنمش، یعنی تو دلیلشی، باعثش توی. reason دلیل، منطق. یه داستان منطقی هم میشه a reasonable story. منطقی بود، that was reasonable. reasonable منطقی، از کلمه reason منطق میاد. میگه تو دلیلشی، you are the reason که چرا من هنوز کم نیاوردم، سرم مثلا زمین نخوردم، hang on میکنم، یعنی دارم ادامه میدم. still هم به معنی هنوزه. you're the reason why I'm still hanging on. تو دلیل اونی هستی که چرا من هنوز زمین نخوردم و هنوز still hanging on میکنم، یعنی در ادامه میدم دیگه، کم نیاوردم، میسوزم و میسازم، دقیقا همین میشه. So you are the reason why I'm still hanging on. این از این. این هم خیلی قشنگه، این اصطلاح خیلی، این اصطلاح قشنگ سطحش بالاست. You are the reason که اولش داشتیم. ببین یه سطح از دریا رو تصور کن، water، آب. خب اگر یکی سر تو رو دخت داری غرق میشی، بالاتر از آب نگه داری، داره نجاتت میده دیگه. خب بالاتر، above، میگه تو دلیل اون هستی که هنوز من سرم بالای آبه، هنوز نجات یافتم، هنوز دارم زندگی میکنم، نفس میکشم. این خیلی اصطلاح کاربردیه. پس you are the reason why my head is still، هنوز هست، is still above water. کتی پری تو آهنگ By the Grace of God، یعنی به لطف خداش، By the Grace of God، میگه که thanks to my sister، مرسی از خواهرم، for keeping my head above the water. مرسی که بخواست خودکشی کنه و همچین چیزایی، میگه مرسی که اون نجات هم داد، اون سرم و بالای آب نگه داشت، اون بود که الان من دارم نفس میکشم. خیلی خیلی اصطلاح جالبیه. Thanks to my sister for keeping my head above the water. Thank you for keeping my head above the water. Avril Lavigne که آهنگ I'm with you شو با هم کاور کردیم. یا آهنگ داره چون مریضه، بعد خیلی سال بود که کار نکرده بود. یا آهنگ داره اصلا به اسم head above the water. مریض بود، میگفت چیزی که مثلا head منو above water نگرده چی بود؟ مثلا موزیک بود و نمیدونم عشق به این داستان. خیلی اصطلاح کاربردیه. پس you are، شما دلیل اونی هستی، منظورش اینه، از اینجا منظورش فکرم تو باشه دیگه، کش you are the reason. you are شو دوبار واسه ریتم آهنگ میگه، اینو فقط واسه این میگم که بمونه توی ذهنت. you are the reason why my head still above water. آها اینجا مهمه. نه بس تا اینجاش دیگه. خب اینجا داستان داریم که چرا اینو گفته. اولا که گفت اسم آهنگ، گفتم get you the moon، یعنی برم ماهو برات بگیرم بیارم، get you بگیرم برات the moon، ماهو. میگه ببین اگه میتونستم، خوندی دلیل میخوام یه ذره پیچیده‌اش کنم، if اگه I could، اگر میتونستم، اگر میتونم چی میشه if I can، سوال دارم. if I could
چرا شده could؟ اگه شده could، جمله بعدی هم باید چه چیزی میتونه باشه توی این آهنگ؟ میگه اگر میتونستم ماهو برات برم بگیرم و بیارم بدم به تو، مثلا این کار رو میکردم. اوکی؟ If I could I'd get you the moon and I'd give it to you. میگه اگه میتونستم I'd get you the moon and I would give it to you. این د چیه؟ اگه میتونستم این کار رو انجام میدادم. میبینی بالانس دارن جملات. میگه اگه بتونم انجام میدم، If I can I will، If I could I would. اگه میتونستم انجام میدادم. این یکی از کاربردهای بوده که قبلا با هم خونده بودیم توی شرطی نوع دوم. If I could get you the moon and I'd give it to you. If I could I'd get you the moon and I'd give it to you. بعد جمله بعدی اینو میگم، بعد پخشش میکنم. میگه If I could and if death was coming for you, I gave my life for you. میگه اگه مرگ به سمت تو داشت میومد، حالت بد بود، من زندگیمو بهت میدم. چه چیزی؟ مرگ میشه death. Death با TH هم نوشته میشه. دقیقا تلفظش اینه death. Death bed رو من چه تکست های ویردی دریافت میکنم موقع لایف. حالا هیچ که من جیر تکست نمیده ها، فکرم مشغول میکنم. If death was coming for you، اگه مرگ به سمت تو داشت میومد، کام میکرد، death مرگ، نکته جدیدی نداره. I would، ببین would، give my life for you. Life زندگی، زندگی من، my life. If death was coming for you, I would give my life for you. گوش کنید. And if I could, I'd get you the moon and give it to you. And if death was coming for you, زندگی مو بهت میدم. این خیلی راحت میتونی جمله بردارید، مثلا زندگی رو به کسی، مثلا زندگی رو مثلا مادر پدرم میدم، میگن جونم هم میدم. اوکی؟ خیلی ساده بردارید تو دفترتون بنویسید. الان ببین خودم یه دفتر دارم، نشون بدم. فیلم چی دونی دیدم چند روز پیش؟ مریض بودم یه فیلم دیدم، خب بعد سه بار بهش اینسپشن نولان رو دیدم. نه اینسپشن رو ندیدم، یه فیلم از دیکاپریو ولی دیدم. ببین اینا نکات جدید فیلم بود، واسم 6 تا جمله نوشتم و اینجوری نبود. من اومدم یه چیز ثابت رو حفظ کردم. مثلا نوشته بودش که یه چیزی بگم، یه کوچه بگم که آسان‌تر باشه. این سخته. این مثلا جالبه. Your dad let me leave all that behind. خب من میدونم که leave behind میشه، ولی چون این جمله خود نیتیو گفته خوشگل‌تره، عینشو می‌نویسم حفظ میکنم. این یه راه یادگیری از زبانه. انقدر میدونم leave behind میشه پشت سر گذاشتم، ولی نوشته تو باعث شدی که من همه این داستان رو پشت سر بذارم. خوشگل‌تر کرده، نچرال‌تر میکنه انگلیسیتون رو. You let me leave all of it behind. یا مثلا بابا خیالاتی نشو. Don't be so paranoid. Do not be so paranoid. مثلا اینو نگاه جالبه. این واسه مجهول بعدن میخونیم. You're gonna have to get used to things being done differently around here. همه اینو بلدیم، ولی وقتی با هم میشه خوشگل میشه، از زبون یه نیتیو میشنویم، خیلی بیشتر به دردمون میخوره. واسه این از آهنگ این شکلی باید حفظ کنیم. مثلا خب این مثلا زندگیمو بهت بدم و فلانه، کجا میخواد به درد شما بخوره؟ ولی باید از توش دراری یاد داشت کنی. اینو باید بنویسی دیگه. زندگی ادامه میدم. اگه میتونست You are the reason why my head is above the water. یه دور اولش هم با هم گوش کنیم.
مطمئنش هم یاد گرفتید. اولش عجیب بود. ببین قشنگ نگاه کنید که دوره کنید. خب بعد از اتون سوال بپرسم از توش بکنم یاد گرفتید. شولدر تو تکیگاه دادی وقتی نیاز داشتم. عشق رو نشونم دادی وقتی احساسش نمی کرد عشقی من دوست داشتی و مثلا من دوست داشتی. کمکم کردی فایت وقتی که گیوین می کردم، یعنی وقتی کم رو می آوردم داشتم همه باید شدی بخندم وقتی که بد داشتم. تو دلیل اینه که دارم ادامه میدم. I could get you the moon, yeah, get you the moon and give it to you. حالا اینو دیگه گفتم. یاد گرفتید؟ من خیالم راحت بشه. آره آهنگ بسیار ترندی شد قبل کرونا فکر میکنم. Get you the moon یعنی ماهو برم برات بیام بگیرم دیگه، اسم آهنگشه. خواننده‌شو اینجا ننوشته. Yeah it was great. انقدر من اینو دوست دارم، بعد انقدر دوست داشتم شما گوش میدین بفهمینش. من خیلی هم دوست داشتم، دوست داشتم شما هم گوش کنید بفهمید. فکر کنم اینو این بعد گوش کنید دیگه یاد منو توربو تاک و توربو بیافتید. نه بابا این آهنگ خیلی بهتریه. Thank you. یاد گرفتید بچه ها. اسم آهنگ اینه Get you the moon. Nice. I'm so happy. چشم حتما میذارم. اسم آهنگ رو بذار پین کنم اصلا بازه تو. بیا. پینم کو. بیا. این اسم آهنگش بود. It was really nice. It's a nice song. بچه ها یادگیری با آهنگ رایگان ترین و بی زحمت ترین و فان ترینه. خب و بسیار میتونه باعث پیشرفتتون بشه، مخصوصا پیشرفت لیسنینگتون و نچرال صحبت کردنشون. اسم اون آهنگ کتی پری By the Grace of God بود. خوب شده الان انداختی بذار وسط پخش کنم اصلا. By the Grace of God یعنی به لطف خدا، همون Above the Water رو بذار بگم. گوش کن، میگه thanks to my sister. Yeah, I thank my sister for keeping my head above the water. این آهنگی by the grace of God. I thank my sister for keeping my head above the water when the truth was like swallowing sand. چی چیزی بود نمکی گفت؟ میگه I thank my sister for keeping my head above the water when the truth was like swallowing sand. Swallowed sand. میگه وقتی واقعیت مثل یه مثلا شن بلعیده شده، یه چیز بلعیده شده بود، مثلا اون منو دید فقط. Every morning there is no more morning. Oh I can finally see myself again. چه چیز جالبه میگه بچه. Morning خب با دو تا املای متفاوت ولی تلفظ تلفظ یکسان. ببین یه مورنینگ که صبح، یه مورنینگ حالت ناراحتی کردن، ناله کردن، ناراحت بودن. میگه every morning there is no more morning. میگه هر صبح که با میشم دیگه اون ناله نیست، گریه نیست. every morning there's no more morning. خوش آمد. این آهنگ من خیلی دوستش داشتم. تو دوره آهنگم جزء 13 تا آهنگ برتریه که تحریزش کردم. نکته زیاد داره. اسم آهنگو پین کردم براتون. ما شبهای زوج ساعت 9 شبی
Adele. Adele is my favorite. Adele, wow, she is great. She's the best. She's the best. Yeah. She takes my breath away. یعنی نفسگیرانه آهنگاش خوبه. She takes my breath away. بله. Laughing at حرف اضافش at. متشکرم. ممنون. یه چیزی بهت میاد میشه It suits you. عزیزم. ممنون. بهترین کلاس سبان توربو تاکه دیگه. سام سمیت. He's great. آهنگ Writing on the Wall خیلی دوست دارم من. You're the best. حله یاد گرفتید. I agree. Yes. موافقم. I agree with you. اگه با موافقید مثلا شروع کنم. You are نیستش. If you agree. اما ایزو are نداره. من موافقم. I agree. من مخالفم. I disagree. هیچی بین و قبل و بعدش نداره دیگه. مثلا with you هم میتونیم بگیم ولی اما ایزو are نه. نداره بینش. I mean. Yeah, it's great. Thank you. Fire on fire. I like it. روپای خودت وایستا میشه stand on your feet. Stand on your two feet. روپای خودت وایستا. Be independent. مستقل باش. Independent باش. Oh! Toxic girl. چیز خوبی. Point out کردید. Olivia Rodrigo. یکی از خواننده های جدید اومده جوونه فکر کنم 19 سالشه فوق العاده است وای بچه ها she's different عزیزم thank you rely on yourself yeah talking to the moon که از برونو مارس rap Drake Nicki Minaj Cardi B Eminem Future دیگه لیل وین وای لیل وین از دی بست ثانک یو دات از تو ثانک یو نو بیلی آیلیش بیلی آیلیش شی از گود شی از نایس لوولی بیلی آیلیش حتما یه جلسه با هم بررسیش میکنم خیلی آهنگ جالبی ولی نظر من بیش قبلتر از بیلی آیلیش روی اولیویا رودریگو هستش آهنگاش وای یعنی قشنگ خوراک زبان یاد گرفتن لحجه یادی آروم آهنگاش آروم و بسیار کاربردی حتما جلسه های بعدی از اولیویا قبلش از اولیویا میریم بعد از بیلی هم میریم دوالیپا واقعا میگهش میگن کوین برازندشه آرنا گرانده که شما میدونید دیگه من چه ارقی بهش دارم دیگه سلینا is just بچه سلینا گومز من باش نکته لحجه و گرامر خیلی یاد گرفتم خیلی حتی یادتونه مثلا لوپوس داشت رفت روی استیج صحبت کرد من حتی در این حد حفظم غیر آهنگاش که نکته داره خیلی نکته اون خیلی خوشگل می نویسه آهنگاشو میبینیم ایسه ساده نمی نویسه خوشگل می کنه جمله رو حتی رفته رو استیج راجع به لوپوس صحبت که اونم حفظم انقدر که نکته داره صحبتاش بسیار عالیه اگه بتونید حفظ کنید Who says بله Who says خیلی قشنگه Who says you're not pretty Who says you're not beautiful این از این خلاصه این خواننده ها خیلی خوبن مریسن بیرن بسیار عالیه همه اینا خوبن ما مدرکی که میدیم برای توربو تاک خیلی مدرک نمیدیم ما برای اکسپرس مدرک میدیم که معتبره همه جایی جون هری ستایلز هری ستایلز که چی بگم اصلا آهنگ فالینگ هری ستایلز رو گوش دادیم اصلا بچه Like, that's my thing. Taylor Swift. همه آلبوماشو حفظم. همه رو.
این از این. این جلسه سیوم لایفمون بود. چهارشنبه میبینمتون. من توی لایف ها گرامر، لهجه، مکالمه، لغت، چطور فیلم دیدن، چطور آهنگ گوش کردن، همه چیزو میگم. این جلسه حالا آهنگ بود و سعی میکنیم که همه رو کاور کنیم، ببینیم تا کجا میتونیم برسونیمتون. خیلی خوشحالم که پیشتون هستم و این آهنگ ها رو لطفا، این آهنگ اون که امشب با هم کار کردیم و دانلود کنید، گوش کنید. من مطمئن آیمت گوش کنید یاد ما میفتید، هیچی یاد امشب میفتید. ولی نکته ای که هست اینه که گوش علاقه من میشه، من میخوام علاقه رو توتون بیارم که بهتون ماهیگیری رو یاد بدم. این همه خواننده، فقط دانلود کن، هرچی تو دوست داری گوش کن، ولی گوش کن. بله، لایف هم توی یوتیوب سیف میشه. بله، اکسپرس مدرک داره. باشه، میتونی دایرکت بدین، بچه‌ها راهنماییتون میکنن. متخصص هایی ما توی دایرکت داریم که راجب دور اکسپرس و توربو تاک راهنماییتون میکنن، هستن. بله، اکسپرس. جاستین بیبرم. یا من 2009 تا 2012 گوش میدادم جاستین بیبر. یه حالت این که you know it's like for یا BTS، احساس میکنم مثل تینیجران بیشتر دیگه از سن من گذشته، ولی خیلی با نمکن، خیلی از آهنگاشون رو حفظم برای زبان. شما هم میتونید یاد بگیرید. نتیجه امشب اینه که listen to English songs, improve yourself. It's a nice way, it's cheap, it's really informative, and it like you can improve your English and you know in a really effective way. It's really great. And that's it. Take good care of yourself. Bye bye. Take care.